سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالیم که در کنار شما هستیم با یه برنامه بسیار مهم و کاربردی از مجموع مهارت‌های فرزندپروری. امروز میخوایم در رابطه با مهمترین بخش مهارت‌های فرزندپروری که تشویق و تنبیه مناسب کودکانه با هم دیگه صحبت کنیم. البته این بخش خیلی مهم و کاربردی نیاز به زمان خیلی زیادی داره که شما تمرینش کنید، یادش بگیرید و نیاز به صحبت‌های خیلی زیادی داره از جانب ما که شما بتونید خیلی خوب توی مسائل زندگیتون استفاده کنید، ولی سعیمون رو می‌کنیم تو همین زمان کوتاه بتونیم تیکه‌های لازمش رو بیان کنیم و امید داریم که شما بتونید از این تکنیک‌ها استفاده کنید. بخش تشویق و تنبیه مهمترین بخش برای اینکه شکل دهی رفتار کودک با تشویق مناسب میتونه به همون شکل ایدئالی باشه که ما همیشه انتظار داریم. میخوام برای شروع و ابتدا ازتون خواهش کنیم اگر شما به عنوان مادر و پدر قرار کنار فرزند گل ما قرار بگیرین و بهش رفتاری رو یاد بدین، ابتدا تمام تکنیک های کنترل خشم رو روی خودتون انجام بدین و بتونین خشم خودتون رو کنترل کنین. اگر این اتفاق نیفته متاسفانه کودکان ما آسیب خیلی زیادی میبینن، چون تشویق مناسب مستلزم زمان و مستلزم کم کردن هیجانات، خصوصا هیجان خشمه. یادمه که یه برنامه خیلی مهم رو ما در ارتباط با خشم داشتیم، ولی ازتون خواهش میکنم که از کتاب‌ها یا مطالب آموزشی استفاده کنین و تکنیک‌های کنترل خشم رو به صورت روزانه به کار بگیریم. مرحله دوم، ازتون خواهش میکنم با مراحل رشدی کودک خودتون خیلی خوب آشنا بشید. به این والدینی که نمیدونن مرحله رشدی هر کودک توی هر سنی چی هست و اونجا اقتضای سن چه نوع رفتاری رو از کودک نشون میده، باعث میشه که ناخودآگاه فکر کنن که کودک داره باشون لج میکنه، یا اینی که بچه داره دروغ میگه. مثلا فرض کنین توی پروسه سنی که بچه‌ها نه اینکه دروغ بگن، دنیای تخیلی دارن و توی دنیای تخیل زندگی میکنن. اگر مادر و پدر فکر کنن که دخترشون یا پسرشون که کوچولو هم هست توی محدوده سنی 4-5 ساله داره دروغ میگه، ناخودآگاه هم اون رفتار رو تایید کردن به صورت توجه منفی، هم اون رفتار رو شکل دادن، بچه یاد گرفته دروغ بگه، هم اینکه انگ و برچسبشون باعث شده دیگران هم اطمینانی به اون بچه نداشته باشن و این میزان آسیب به اون بچه رو تا آخر عمر ایجاد میکنه. برای همین آشنایی با مراحل سنی کودک و اینکه در هر سنی ما چه رفتاری رو از فرزندمون میتونیم انتظار داشته باشیم، اولین قدم برای تشویق و تنبیه مناسبه. توی مرحله بعدی شما باید حتما انتظارات خودتون رو واقع بینانه کنین و هر رفتار کودک رو به خودتون بر نگردون. انتظارات واقع بینانه یعنی که ما بدونیم توی هر مرحله که کودک رفتاری رو انجام میده خیلی طبیعیه، اون بچه است. امکان داره تفکر انتظاری هنوز در شکل نگرفته باشه. امکان داره لجبازی میکنه برای اینکه ابراز وجود رو داره یاد میگیره، نه اینکه داره لجبازی میکنه که با من داره لجبازی میکنه. سطح شناختی بچه‌ها خیلی زمان میبره که شکل بگیره. برای همین اگه که ما چیزی توی تفکر خودمونه، قرار نیست که همون توی تفکر شناختی کودک شکل گرفته باشه. به فرض مثال اگه بچه کنجکاوی جنسی داره یا اگه سوالی میکنه که بچه از کجا میاد، تفکر ذهنیش تفکر یک بچه 4 ساله است، نه تفکر ذهنی یک آدم 20 ساله. برای همین خیلی مهمه که ما فکر شناختی بچه ها رو بدونیم و بدونیم توی چه مرحله رشدی هستن و چجوری باید بهشون جواب بدیم. نکته مهم بعدی، پرهیز از هر گونه سرزنش و مقایسه است. بچه ها با هم تفاوت دارن، تفاوت های فردی، تفاوت های هوشی و تفاوت های مهارتی. به جز اینکه بچه ها بیشتر از رفتار ما یاد میگیرن تا گفتار ما، هر تیپ بچه باعث میشه که نوع خاصی از رفتار رو داشته باشه و این کاملا غیر واقع بینانه است که ما بچه ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، اعتماد به نفسشون رو کاهش بدیم و فکر کنیم ها چون بچه فلانی فلان مهارت رو داره یاد میگیره، بچه من هم باید
این مهارت رو بلد باشه. دوستان عزیز، بچه ها با همدیگه خیلی متفاوتن، خلق و خو و هوش متفاوتی دارن. امکان داره کودکی هوش موسیقیاییش قوی تر باشه، امکان داره کودک دیگه هوش فضاییش قوی تر باشه. برای همین ازتون خواهش میکنیم قبل از فنون تشویق و تنبیه تمام چیزهایی که توی ذهن خودتون اتفاق میفته رو خوب بشناسید و بتونین رفتارتون رو مناسب کنین. فرزندی که میبینه پدر و مادرش کتاب میخونن، قطعاً بچه‌ای میشه که راحت‌تر درس میخونه. خب این خودش یه نوع تشویقه و شما اونجا میتونی بعداً بهش یه تشویقی رو هم بدی. اما برای تشویق یه سری نکات خیلی ریزی هست که ازتون خواهش میکنم بهش خوب گوش کنیم. تشویق باجدهی نیست. یعنی باید یه کاری، یه فعالیتی، یه عملی از کودک سر بزنه، تموم بشه، اون کار مناسب باشه تا شما فرزندتون رو تشویق کنید. اگر قراره که شما بهش یه باجی بدین، یعنی یه چیزی بهش بدین در قبال کاری که قراره بدن انجام بده، این باجدهیه. برای همین ازتون خواهش میکنیم از همین امروز به رفتارهای مناسب کودک خودتون دقت کنید و نخواهید همین الان که این مهارت رو یاد گرفتین تشویق کنین. نه، یکم صبور باشین. توی مرحله یک خیلی خیلی مهمه که شما برای فرزند خودتون یه سری قواعد و چارچوبی رو در نظر بگیرید. وقتی قواعد و چارچوب رو پدر و مادر با همدیگه در نظر گرفتن و شد قوانین، حالا به محض اینکه بچه اون قوانین رو انجام داد، بلا فاصله هر دو هم یک جور تشویق کنیم. یعنی مادر و پدر هر دو به یه سبک تشویق کنن. خیلی هم میپرسن تشویق چجوریه؟ خب من هی دارم برای بچه‌ام بستنی میخرم، هی دارم ماشین میخرم، لپتاپ میخرم. نه، اینا تشویق خوبیه، ولی تشویق درست اون تشویقیه که به صورت کلامی و غیر کلامی باشه. تشویق‌های کلامی: آفرین، باریکالله، مرسی پسر گلم. تشویق‌های توام با هیجانه که کلمات خیلی قشنگی رو استفاده میکنه به محض اینکه بچه یک رفتار مناسبی رو شکل داد. توی مرحله بعدی تشویق‌های غیر کلامیه. همین الان یه برگه بردارین همراه با یه خودکار. بنویسین که فرزندتون از چه چیزهایی لذت میبره. از چه بازیهایی، از چه کتابهایی، از چه کارتونهایی، از چه تفریحاتی. اینا میتونه توی بخش غیر کلامی استفاده بشه. یعنی این که من یه لیستی دارم، میدونم بچه چه چیزهایی رو دوست داره، از این به بعد سعی میکنم در قبال رفتار مناسب برای بچه خودم حالا پاداش های غیر کلامی مناسب رو بدم. مثل یه چشمک زدن، مثل یه بوسه فرستادن از راه دور، مثل اینکه گونهش رو لمس کنم، آروم پشتش بزنم بگم تو بی نظیری، مثل اینکه اگه توی تفریحاتش تاپ بازی رو دوست داره، امروز بعد از رفتار مناسب اگه واقعا خودم حال و حوصله‌اش رو دارم زمان بذارم بچه‌ام ببرم که حالا تاپ بازی کنه. اگه بستنی دوست داره نه به میزان زیاد، اون زمانی که احساس میکنین رفتار مناسب بوده ازش خواهش کنین که با شما باشه تا با همدیگه یه حس خوب و تجربه کنین و بستنی بخورین. اما ذکر یه نکته ضروریه. یادمه که توی برنامه قبلی گفتیم توی شیوه دستور دادن ها باید دستورات مبهم نباشه. ازتون خواهش میکنم وقتی دارین تشویق و تنبیه میکنین این نکته رو در نظر بگیرین. هیچ وقت به بچه نگین کارت خوب بود، آفرین. دقیقا به جز بگین چه رفتاریش مناسب بود که شما تشویق کردین. مثلا اگه بچه مداداش رو گذاشت توی جامعه دادیش، بگین که پسر گلم آفرین عزیزم، مرسی که مداداتو گذاشت توی جامعه دادید. یا پسر خوبم، خیلی خوب بود که شیرتو خوردی، آفرین پسرم، نوش جونت عزیزم. یعنی که از واژه‌های محبت‌آمیز با ذکر دلیلی که دارین این واژه‌ها رو به کار ببرین استفاده کنین. یه نکته خیلی مهم احساس و هیجان شماست. این مادرهایی که خسته هستن، پدرهایی که خسته هستن همیشه میگن خیلی سخته، ما بخواییم این مهارتها رو به کار ببریم. همینجا یه استوب کنین. ما نمیخواییم شما خیلی زیاد زمان بذارین. وقت شما وقت باید با کیفیت باشه.
نه با کمیت. یه مادر امکانه 24 ساعت توی خونه است ولی وقتش وقت با کیفیت نیست. ما معمولا اگه بچه ها یه رفتار ناشایست انجام بدن بهشون بیشتر توجه میکنیم. اگه دقت کردیم توی سری مراحل رشدی وقتی که کودک خیلی کوچولوه میاد مثلا شیشه شیرش رو میندازه، میاد هر چیزی که دستش رو پرت میکنه و شما خوشتون میاد، نه این رفتارش رو دوست نداره، ولی شما برمیدارین اون اسباب بازی یا هر چیزی که پرت کرده میدین دستش. حالا دیدگاه بچه چیه؟ اجازه خوب، مامان داره به من توجه میکنه، بابا منو دوست داره، داره منو میبینه و این باعث میشه که این رفتار شدت بگیره و من والد بدون این که بدونم دارم بچه رو تشویق میکنم، این تشویق تشویق نابجاست. توی مهارت‌های نادیده گرفتن حتما برنامه رو اختصاص میدیم که شما با این مهارت اساسی هم آشنا بشین. ولی ازتون خواهش میکنیم که هم نکات رو به صورت نکات کلی بیان نکنیم، نوع رفتار رو ریز بکنین و بابت رفتار ریزی که دارین میبینین توی فرزندتون رو تشویق بدین و اینکه اگر فرزند شما داره کار نامناسبی رو انجام میده حتما با برنامه بعدی ما رو همراهی کنین که ما مهارت نادیده گرفتن رو هم به شما آموزش بدیم. و یه نکته خیلی مهمتر، تشویق بلافاصله بعد از رفتار مناسب، از کلیگویی بپرهیزیم. یه نکته دیگه ای هم که میتونه توی این مهارت به شما کمک کنه اینه که شما اگر نیاز به استراحت دارین بدون هیچ گونه شرم بیان کنه. یعنی واقعا مادری که نیاز کنار فرزندش باشه با تشویق و تنبیه مناسب به فرزندش شکل بده رفتاری رو، اول نیاز داره که خودش یه تایمای استراحت کنه. داشتیم در ارتباط با وقتای با کیفیت میگفتیم. وقت با کیفیت دقیقا یعنی همین. مادری که 24 ساعته توی خونه است ولی خسته است، توان نداره، حوصله نداره، برنامه ریزی هاش براش نامناسبه، نمیتونه زمان بذاره اصلا رفتار مناسبی رو توی فرزندش ببینه که بخواد تشویق کنه. اگر مادری بتونه در طول روز یه تایمای کوچیک برای خودش، نه اینکه الزاماً بره بیرون از خونه، نه، اگه خاطرتون باشه گفتیم ما میتونیم حتی با یه چای خیلی ساده وقتی که میشینیم و حسش میکنیم لذت ببریم و آروم بشیم. مادر باید بتونه از همسرش کمک بگیره. بودن فرزندان کنار پدر خیلی 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 به شادابیشون و تجربه هیجاناتشون کمک میکنه. مادر عزیز، شما خیلی خوبی، رفتار بچه رو به خودت نسبت نده و شما نیاز به استراحت داری. نیاز به چارچوب و قوانین هست برای اینکه بتونیم بچه ها رو تشویق کنیم. تشویق بچه ها یه چیز خیلی بزرگ نیست. رفتن به یک سفر توی کشور دیگه نیست. تشویق بچه ها یه بوسه، یه خنده، یه نگاه پر از محبته. خیلی اوقات مادرم من میپرسن نگاه پر محبت یعنی چی؟ میگم یعنی کنارش بشین، به فاصله خیلی کوتاه دستش رو بگیر، بهش نگاه کن. شب که داره میخوابه توی اون لحظه ای که چشاش بسته است ولی گوشش میشنوه، آروم گونه هات رو روی گونهش بذار کنار گوشش، بگو دوستت دارم عزیزم. این خودش یک نوع تشویق کلامیه. از بچه ها نخواه کامل باشن. یه بچه 4 ساله چقدر احتمال داره که بخواد اتاقشو کامل تمیز نگه داره و ما بخوایم بگیم حالا اگه اتاقتو تمیز کردی من تشویقت میکنم؟ نه مادر گرامی من، بهترین راه اینه که وسایل کمتری در اختیارش بذاری که اون بچه هم بتونه خیلی خوب وسایلش رو جمع کنه. تشویق توی کودکان پدیده خیلی پیچیده و عجیبی نیست. از این برچسبای ماه و ستاره، برچسبایی که عروسک های خیلی خوشگل رو نشون میده، چیزای خیلی ساده بچه ها میتونن لذت ببرن. بچه ها رو سرزنش نکنین، مقایسه نکنین، تحقیر نکنین، داد نزنین، انتقاد نکنین. بچه ها باید کم کم مهارت های لازم رو بیاموزن. کودک نمیتونه و اصلا نباید عالی باشه. هیچ کسی عالی نیست. خود شما هم کلی احتمال داره ویژگی‌های منفی داشته باشین. وقت با کیفیت یعنی که شما بتونین بعد از تخلیه هیجانات منفیتون مثل خشم،
و تجربه های مشترک خودتون و همسرتون توی فضای آروم و استفاده از چیزهایی که بهتون انرژی میده حالا کنار فرزندتون قرار بگیرین و اگر 10 دقیقه هستین اون 10 دقیقه نگاهش کنین، ببوسینش، رفتارهای مناسبش رو ببینین و دقت کنین. ما همیشه 2 نوع فرزند داریم، یه فرزند فرزند ایدئاله، یه فرزند فرزند واقعی. ما قبل از اینکه بچه دار بشیم یه سری ایدئالهای توی ذهنمون داریم، منم کاملا قبول دارم، ولی فرزند شما واقعیه و اون فرزند واقعی باید یه سری مراحل رو به تدریج یاد بگیره. توی مرحله سنی میتونه حرف بزنه، توی مرحله سنی میتونه قاشق دستش بگیره، توی مرحله سنی دروغ و تخیل داره، توی مرحله ذهنی و سنیش میتونه راه بره. پس دقت به مراحل رشدی و تفکرات شناختی هر کودک به شما کمک میکنه که بتونین با آرامش کنار فرزندانتون قرار بگیرین. دوستان عزیزی که این برنامه رو دیدین، اگه بخوایم برگردیم و یه خلاصه کنیم، میخوام به چند نکته دقت کنیم. توی تشویق مناسب ازتون خواهش میکنم که لیستی داشته باشین از چیزهایی که فرزند شما دوست داره، از تفریحاتی که دوست داره، اسباب بازیایی که دوست داره، چیزهای ساده‌ای که خوشحالش میکنه، مثل اینکه شما باش کارتون ببینید، مثل اینکه براش لقمه بگیرید، مثل اینکه کنارش بشینین و با هم دیگه خوراکی بخورید. ازتون خواهش میکنم این لیست رو تهیه کنین و هر کار مناسب کودک رو با ذکر کاری که انجام داده، دقیقاً با ذکر کار انجام شده با جزئیات. یعنی نگین که چقدر تو پسر خوبی هستی، نه، مرسی از اینکه پسرم شیرتو خوردی تشویق میکنین. تشویق کلامی و غیر کلامی داره. آفرین پسرم، باری کلام، مرسی عزیزم، مرسی دختر خوشگلم، چقدر قشنگ بود، مرسی. و تشویق حالت غیر کلامی داره، یه برچسب، یه بوسیدن، یه چشمک زدن، یه خرید کردن ساده، یه پارک رفتن و تجربه هیجانی. پرورش کودک انقدر پیچیده و مبهم نیست. ما اگر بتونیم مهارت های فرزند پروری رو یاد بگیریم و اگر بتونیم به تدریج مهارت های فرزند پروری رو به کار ببریم، همراه با آموزش مهارت های زندگی و مهارت اجتماعی که با هم دیگه داشتیم، ما میتونیم موفق باشیم. شما به عنوان والد میتونین خیلی خوب کنار فرزندانتون باشین و رفتارهای مناسب رو شکل بدین. امیدوارم توی برنامه دیگه ما رو همراهی کنیم. من